السلام علیکم، سهار مو په خیر. ستړي مشي آغاز روز دوه ساعته خبرونه پیل شوه. روحلمین نیازی د نورو همکارانو په مرسته په دغه خبرونه کې تر راتلونکو دوو ساعتونو له تاسو سره په خبرونه کې بیا هم په مختلفو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحثونه لرو. د غزنی د امنیتي وضعیت په هکله هم بحث لرو، د ناټو د دفاع وزیرانو د ناستې په هکله هم د خبرونې په لړ کې له خپل میلمه سره بحث لرو. د ټاکنو اړوند موضوع کې هم بحث لرو. لومړی همدغه د ټاکنو اړوند موضوع د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شوراوی چې راشمیرنه بحران ته تللې او دولتي ټاکنیز ټیمونه له یو بل سره په ناندریو اوښتې دي. دوی وایي چې د ځینو ټاکنیزو ډلو ترمنځ دغو ناندریو شخړو د ټاکنو لپاره هم او د ټاکنو د پایلو لپاره هم مشکلات رامخته کړي دي. دا چې د ټاکنو کمیسون به د یاد ټاکنو په کمیسون به دغه بحران یا دغه جنجالونه څومره تاثیر ولري، څومره به په هغه ابتدایه پایلو باندې اغیز ولري، په همدغه موضوعاتو بحث لرو. په سټوډیو کې میلمه لرو سیاسي شنونکی ښاغلی سکندر اصغری را سره میلمه دی. له ښاغلي اصغری سره به په همدغه موضوعاتو بحث ولرو. ښاغلی اصغری ډېره مننه چې زموږ بلنه مو له کور ودان راځي. شو به له دې څخه وکړو، دغه جنجالونه چې اوس رامخته شوي د قلفونو ماتېدلو موضوع، هغه څه چې د ټاکنو کمیسیون تېره ورځ رسنیو ته هم وښودل چې دغه یوه تېروتنه وه او یوه اشتباه وه، قلفونه نه دي مات شوي، خصوصا هغه د ډیجیټلي مرکز قلفونه نه دي مات شوي. په ټوله کې دغه جنجالونه به په ټاکنو باندې څومره تاثیر ولري، د ټاکنو په نتایجو به څومره تاثیر ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و همکاران شما و بینندگان تلویزیون آریانا نیوز و صبح بخیر. امیدوار هستم صبح خوبی را هموطنان عزیز ما آغاز کرده باشم. با جواب شما سوال شما تو میگم که حادثه‌ای که در کمیسیون انتخابات رخ داده بسیار یک حادثه دلخراش بوده، یک حادثه بوده که همه مردم به تشویش ساخته و مردم یک امیدی که داشت با ناامیدی روبرو شدن، به خاطر از اینکه در کمیسیون انتخابات جایی بود که اونجا باید رای های مردم اونجا بود که سرنوشت افغانستان اونجا تعیین میشد، رئیس جمهوری افغانستان اونجا تعیین میشه و باید مردم اعتماد داشته باشه بالای از اینا. مردم بالای کمیسیون انتخابات اعتماد داشت، ولی بعض همین حادثه که شد کم کم یا اعتماد خود از دست داده رفتن، به خاطر که مردم بی باور شد. وقتی که در جایی که امنیت تامین است، در جایی که 100% اونجا امنیت تامین است، اونجا دست داده میشه قلفا، هیچ قانون اجازه نمیده. در جهان متوال ندیدیم به کمیسیون دغه موضوع رد کړه. تېره ورځ رسنیو استازي هلته بوتلل، یوازې وویل چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې هوا یخه وه، د دې لپاره چې یخه وه، خالي یوازې دهلیز ته تللي دي، هغه اصلي ځای چې د مرکزي ځای ته نه دي تللي. کمیسیون وقتی که هیگه پا میزنه اینا مسئولیت داشتن، به خاطر که مسئولیت داشتن، زمانی که در اون اتاقا قلب بود اونجا هیچ اجازه نیست، هیچ کس حق نداره که در اونجا بره داخله که، بجز نفرهای مسئولش که در زمان وقتش میاد که در مزار ایتو باز میشه. همچی حادثه که میشه، مردم به تشویش ساختن، مردم بی باور ساختن و نیروهای امنیتی رو نامبد ساختن. در این حادثه یک حادثه بسیار دلخراش بود، یک حادثه بود که ما از طریق رسانه شنیدیم و از طریق نامزدان انتخاباتی که ریاست جمهوری که اونا نمایندهاشون صحبت کردن گپا شنیدیم، یک رقم مردم در حالت قرار گرفته که بی باور شدن سر کمیسیون انتخابات، چون باورمند سر کمیسیون انتخابات بودن. کمیسیون انتخابات در پروسه‌ای که ادامه داشت بسیار خوب پروسه ادامه داشت، موضوع بایومتریک بود، موضوع جدا کردن تقلب بود، اینا خوب پروسه بود. یک کموری حال از یک طرف با تاخیر انداختن نتایج ابتدایی مردم به تشویش ساخت، از دیگر طرف همچه حادثه ای که میشه در بین خود افغان ها یک بی باوری، یک بی اعتمادی، یک تشنج انداختن. اصلی پختنه ما داد چه ولی تشویش خلق و کهی، ولی مثلا زینی تیمونه د خلکو اذهان ګډوډ کوي. مثلا د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ډیجیټلي مرکز قلفونه نه دي مات شوي، ولی خلک یو ډول له دغه موضوع څخه استفاده کوي؟ ما زمانی که از طریق رسانه ها شنیدیم که نماینده ناظرین کاندیدا ادعا کردن و گفتن جریان مردم آگاهی پیدا کرد، باز اون وقت مردم بی باور شد، به خاطر از بی باور شد. اول هر قدر کمیسیون بگه فایده نداره، فایده به خاطر تیر ورځ زمستان نبود که برف باشه، هوا سرد نبود که بگیم هوا سرد است، که سربازای ما سربازای دلیر شجاع افغانستان در هر نوع حالت رفته در تامین امنیت از خود شایستگی و پایمردی نشان دادن. ما سربازای خود نباید نام بد کنیم. این یک نقشه است که یک پلان است که از طرف سازماندهی میشه، از طرف مخالفین سازماندهی میشه، تا که دولت به طرف یک بحران بسیار خطرناک انتخابات اوره که بازو جمع کردن. قلفون موضوع دومره ارزی چی د ټاکنو دغه ملي بهیر بحران ختم غوښ چرونه مثلا یو د دالیس قلف ماته دل باندې دومره ارزی
وقتی که یک جایی که همین اتاق شما که هست این قلفه وقتی که قلف از این شکستانده شد بر شما چی میمونه؟ خطبا مشکوک میشه؟ نه فرق لری مثلا یو دیجیتالی مرکز ده دقیق قلفی نده مد شوی یو ده دالیز عمومی دروازه قلف مد شوی اغم دیجازی و مشوره سخونسته وقتی که دالیز شکستاندن یک کسی از نماینده ناظرین کاندیدا صحبت کرد گفت کلکینا باز بود طبعا مردم مشکوک میشه مردم در حالتی که ما بخاطر چرتشوش میکنیم از یک طرف مردم ما تهدید شد مخالفین افغانستان گفت که ما نمیان انتخابات شد و مردم ما نمیان با طرف صندوق های رفت بازم مردم شجاع افغانستان و از اثر تامین امنیت بیداری تامین امنیت وفاداری نیروهای امنیتی که امنیت تامین کردن مردم خود قربانی کرد و رفت در پای صندوق های رفت وقتی که رفت بر صندوق های رفت و رای مردم نباید به این سیستم شد که دست برد شد و یا تقلب شد و یا رای مردم به یک طرف دیگه برفت چرا که مردم ما ناامید میشه در جهان دیده که بره قلف اتاقی که در جا باشه قلفش باز شد دیدین ندیدین ولی مردم با تشویش ساختن از مردم نام یک وقت فرض کو اشتباه شوی دام نتیز و کنو سخه اشتباه شوی فکر کوی دا اشتباه دومره ارز چې مکمل نه د ټاکنو ملي پروسه باندې بوزي کسای کوجه مسئول هستن و مسئول هستن بیان جواب بدن از رئیس کمیسیون شروع تا هر کسی که باقی تیر ورځ رسنوی ته جواب ورکړه تیر ورځ ویل چې مثلا هیڅ داسې سندې شوی اگر ډیجیټلی مرکز قلفونه ندی مات شوی اگر می انتخابات طرف بحران بره این ملت به خاک خون کشانده شود وطن ما ویران شود جواب از کی میده ول بحران تلاش چرا امی حادثه ده بحران مر ما شما شو یو یو قلف ماده لو باندې شو شو هم داسه قلف شو دالیزی و دروازه شو ناظرین ما دیدیم صحبت های ناظرین دیدیم که یک سر دیگه خود من داختن از هر تیمی که بودن یک سر دیگه خود ولی ای کاش که یو افغانستان ما به او سطح رسیده باشه که کاندیدای محترم ما ناظرین کاندیدای ما که حداقل صحبت هایی که در تلویزیون دارن یک صحبت های منطقی داشته باشه بعضی از یا غیر منطقی بعد از یا غیر منطقی میرن وطن را طرف یک بحران بسیار خطرناک میبرن ما تلویزیون تعقیب میکنیم تلویزیون رو میبینیم در حالی که اجازه بده خیلی موضوع ته اشاره کردم تاسو موضوع کې پاتې کیږم دغه د تیمونو ناظرین زد و نقیض سرګندونه کوي مثلا د ټاکنو کمیسیون یو سوي و چې قلفونه نه دي مات شوی دولت ساز بل سی سوي د کاندیدانو هغه شورا چې دغه بل سوي ثبات او همپالنه بل سوي ولې زد و نقیض سرګندونه کوي دلته امی که چرا تا دیروز تا زور نموندن که برن دوباره اتاق باز کنن خود یک گپ هست یک حرف هست یک حرف هست که مردم ما به تشویش شده حاله ولی تیمایی که بیشتر خودت اشاره کردی هر کدومش اونجا ناظر داره ما صحبت های دولت ساز هم دیدیم صحبت های ثبات همگرایی و دیگه تیما رو هم دیدیم ولی در وقت اگر بی که ما واقعیت بویم اگر واقعا کمیسیون انتخابات واقعا کمیسیون بی‌طرف است باید انتخابات اعلان بی‌طرفانه خود کنه شفافیت باید در نظر بگیره به خاطر اینکه مردم و این بار متوجه باشه کمیسیون مستقل انتخابات ما با از او خواهر ما خواهش میکنیم که یک قهرمانی کنه که وطن طرف بوران نبره بیا راه واقعیتی که راه واقعیت وجود داره یک شفافیت اعلان کنه که برنده معلوم است کی برنده است کی برنده است کی میخواد که انتخابات به طرف بحران بره نباید انتخابات به طرف بحران بره ولی او خواهر ما کوشش نکنه که این بار کمیسیون انتخابات با مردم مواجه شه اگر کمیسیون انتخابات این بار با مردم مواجه شد باز بسیار خطرناک میشه اونقدر خطرناک میشه که جمع کردنش بسیار مشکل است اوس دغه جنجالونه څومره د ټاکنو په کمیسیون په کارونو باندې د په دغه ملي پروسه باندې تاثیر ولري ځکه ټاکل شوی چې د میزان په ویشتم هغه ابتدایي پیل اعلان شو سپور نه اعلان شوی امی اعلاناتی که برای مردم وعده کردن که ما در این تاریخ اعلان ابتدایی را میکنیم این عقب بردن یک تشویش شد برای مردم این قلفا دیگه تشویش شد به مردم این که ترور شروع کردن در مقابل اعضای کمیسیون عضو کمیسیون این دیگه تشویش شد برای مردم هر طرفش تشویش شد این که بایومتری که تقلب شد گوشه نمیکنن که اصلا هم جدا نمیکنن این دیگه تشویش این که دستگاهی که برای چیز بود که گم است این دیگه تشویش است برای مردم همش تشویش است ولی بی که ما چرا وطن خود ویران کنیم چرا مردم خود خراب کنیم چرا ملت خود بکشیم او برادر اگر خدا را حاضر ببینیم بی اگر ما مسئول هستیم اگر در کمیسیون هستیم در هر جا هستیم بی ما یک بار یک قهرمانی کنیم یک خودگذاری کنیم شفافیت در نظر بگیریم اون چی که واقعیت است بر مردم افغانستان بگیم وقتی که ما گفتیم مطابق ما رفتیم رای دادیم وقتی که رای دادیم بایومتریک شدیم اونجا وقتی که بایومتریک شدیم مطابق بایومتریک اعلان کنه مرا
چی ضرور است که ما به طرف های دیگه بریم؟ از یک طرف این وضعیت کمیسیون انتخابات هم چه پروسه که دوام پیدا کنه سر وضعیت امنیتی هم تاثیر میکنه. از یک طرف جانای شیرین ما، سربازای شیرین ما جانای شیرین خود از دست میتن. از دیگر طرف کمیسیون هم چه یک پروسه، یک پروگرام رو روی دست گرفتن که یک نامیدی به مردم افغانستان است. و ما این تکرار میشه که کمیسیون انتخابات کار نکنه که با مردم مواجه شه. اگر با مردم مواجه شد جمع کردن شد. نه دولت میتونه، نه ناتو میتونه، نه هیچ کس جمع کردن میتونه. اوس فکر کوي چې دغه جنجالونه به بیا په ابتدایه پایلو باندې د هغه ولري تاثیر ولري چرته تاثیر داره داسې ویل شوی چې شاید تر درې څلور ورځو پورې پایلې لا شو څه پورې هر ساعت هر دقیقه شوی نه داټه نیټه هر ساعت هر دقیقه عقب میره این تاثیرات خود داره مردم به تشویش میشه این تاثیرات خود داره همگی به تشویش میشه ولی از یک طرف سایکو ما بیش از 35 میلیون نفوذ در افغانستان داریم یک 17 میلیون از این رای دهنده بود یا 18 میلیونش بود 10 میلیون از یک طرف مردم یک میلیون بیشتر رای نداد در کمیسیون انتخابات در انتخابات ولی هم یک میلیون که رای داد جان خدا قربان یک میلیون بیشتر رای نداد یا گپ است که با تقلب 2 میلیون جورش میکنه یعنی اوس ولی هم یک رای کمیسیون بعد بتماشه اجازه هم یک رای هم که داده شده یک رای که صادقانه که او رفته به اساس بای مدریک رای صادقانه بوده این بالاتر از 5 میلیون رای تقلبی است به خاطر از اینکه مردم افغانستان دیگه هر کس که باشه ولی او که آقای غنی باشه ولی او که آقای عبدالله باشه ولی او که هر کس باشه ولی او که احمد ولی باشه ولی هر کس که باشه حکومت تقلبی رئیس جمهور تقلبی دیگه کس نمیخواد مردم مطمئن است که با رئیس جمهور تقلبی افغانستان طرف یک بحران بسیار خطرناک میره که وقت جواب شه هیچ کس داده نمیتونه مردم هر کسی ولو که امو کسی که پایین ترین رای گرفته باشه که بر رای مردم به اون امور مردم قبول داره ولی حکومت تقلبی را قبول نداره او اوس باید پتام شو د ټاکنو کمیسیون کارونو ته چی دوی به سمره وکول شي په مستقل ډول خپل کارونه مخته یوسی فکر کوي چې اوس پورې خروان دي چرته وخت کې پروسه حکومت امی کې خودش میگن که کمیسیون مستقل باید مستقل باشه کمیسیون یک مستقل مستقل نیست به خاطر اینکه مداخلات داره وقتی مثلا به کوم برخه که مداخلات موجود اول کمیسیون مستقل می بود این چطور نتونه در داخل اتاق خانه خود در موته خود در موته که در داخل اتاقش امنیت خود گرفته نتونه خودش تدابیر خود گرفته نتونه و چیز جو قلف خود موازی نتونه کتاکن کمیسیون چاغه سوء تفاهم ده حالت کوم موضوع نه شوی پلیسانو اجازه خسته د امغ د کمیسیون په اجازه باندې د غدالی ستلی د جهان نام بد شدن کینار نام از اینا رو بد میکنه که اینا سربازا نه خونه خوردن سرباز کوک سرباز زمستان کجا هسته ما رفتیم در خطای اول رفتیم یخ زده سرباز در موضع خود ششته ولی نام نیروهای امنیتی رو بد میسازن نام بد میسازن نیروهای امنیتی سربازای شجاع ما رو نام بد میسازن ولی پلان دیگه جای است پلان به کسایی است که میخوان به تقلب خود حاکم بسازن ولی این ارمان این هدف به گور ببرن مردم افغانستان هیچ کس نمیخواد امنیتی زو کنه تقلب کنه شي امنیتی امنیتی زګه وي مسلکی نه دلته یو سیستم دا دیجیټلی سیستم دا دوی تقلب کنه شي گفتیم که آن رأی که مطابق بایومتریک شده او بر مردم افغانستان مدار اعتبار است ما جامعه جهانی را میبینیم جامعه جهانی از رأی بایومتریک حمایت میکنه باید پتامشو ټاکنو کمیسیون نتایج تا خو نتایج باید اعلان کنه چرا اعلان امی که اعلان نمیکنه خو یک پس اوی مثلا تکنیکی مشکلات دی هیچ تکنیکی مشکل نیست تکنیکی مشکل در کجاست تکنیکی مشکل در این بود که دستگاه خراب بود یا چیز بود خو موضوع ولی کمیسیون انتخابات که اعلان نمیکنه به خاطر از اینکه اعلان نمیکنه که پروسه به یک بحران خطرناک بره چرا با اول خود کو میگه مایی بگی او برادر نکنی کارا نکنی وطن برباد نکنی ما از این خانمی که در رأس کمیسیون است ما بسیار خوش هستیم از این ولی یک قهرمانی شجاعانه پایمردی کنه مرد خو نتونست همین خانم استاد چه شفافیت در نظر بگیره آنچه که مطابق قانون است با مدرک شده اعلانش کنه ولی هر کس که برنده میشه در حالی که برنده هم معلوم است و با تقلب ما پیشتر اشاره کردم تکرار میشه هر کسی که بیاد با تقلب مردم افغانستان نمیپذیره اوس ابتدایه پایله وزنده دی فکر کوي په نهایی پایله باندې به هم تاثیر ولري زکاتمن کله چې ابتدایه پایله تاثیر میکنه بله تاثیر میکنه وقتی که من اعلانات ابتدایی شه مردم میفهمه کی چقدر رای داره ولی که حقیقت باشه دقیق باشه واقعیت باشه رای که تقلبی نباشه رای که از بیرون آوردن نشده باشه رای واقعی باشه مردم میفهمه ولی هر کس که باشه در حالی که مردم همین ما
وقتی که ما دست پاچه میشن، وقتی که شکست خود میبینیم، باز میگیریم به طرف کمیسیون دست برد میزنیم، به طرف وطن طرف بحران میبریم. بیو برادر، ما تجربه شد برای ما و شما. ما 18 سال دستاورد ما با خون نیروهای امنیتی و ملت ما شده. نباید را از دست بدیم. بیایم ما کاری کنیم که همه چیزها رو در نظر از یک طرف پروسه سال از نه ما شما پروسه سال رو میبینیم. ما کاری کنیم که سال رو در نظر بگیریم که بعد از اینکه اعلان شود رئیس جمهور یک رئیس جمهور انتخابی باشه، یک رئیس جمهوری که صادقانه در رأس قدرت باشه، یک رئیس جمهوری که در شفافیت آمده باشه، یک رئیس جمهوری که واقعا برای رئیس رای مردم آمده باشه که این بتونه پروسه سال رو ادامه بده. در پروسه سال ما میال جلسات همین پروسه سال بدون افغان شمول نمیشه تا که طالبا با خود افغانا با خود نمایندای مردم واقعی افغانستان یا حکومت مردم افغانستان نشینن سال نتیجه نمیدن. ما بارای حرف ما بوده و بارا بوده بار دیگه هم خواد بود و همیال ما بینیم وضعیت در کشور ما چقدر ما حادثه رو میبینیم که سربازای ما و نیروهای امنیتی ما در دفاع از وطن چقدر جانهای شیرین خود از میتن. همیال ما پیشتر اشاره کردم ما جا داره که از نیروهای امنیتی خود تشکری کنیم به خاطر از اینکه آنقدر باورمندیه که مخالفین افغانستان داشتن که انتخابات نمیشه ولی او را به دانشان زدن و انتخابات تامین امنیت کردن مردم به پای صندوقهای رای رفتن. این نیرو از سر زحمت نیروهای امنیتی است از سر جانهای شیرین خود یا قربان کردن به خاطر ما ولی ما نه به خاطر به خاطر منافع شخصی خود به خاطر یک کرسی بگیریم وطن خود برباد کنیم و او خون از او جوانی که زیر خاک میره اون در نظر نگیریم. اوس فکر کوي چې په دغه روانه هفته کې به د ټاکنو هغه ابتدایي پایلې اعلان شي نتایج به اعلان شي فکر کوي ولی باید اعلان شي. اما فکر نکنم ولی فکر کوي چې دلته په دغه پایلو په اعلان کې فشارونه موجود دي، مشکلات دي، رښتیا تخنیکی مشکلات دي، سدي باید اعلان شي. اما فکر نکنم اعلان شه به خاطر که وضعیت که ما میبینیم یک رقمی را به عقب میبرن تا اینکه بتونن به هدف خود برسن. بعضی گروه ها بعضی کند بعضی سو کم گروه ها سو دیگه خودشون میفهمه کی هست. کل مردم افغانستان کلا چتاس وای باید خلق هم پوشه سودی امی کل مردم افغانستان میفهمه کی به تقلب است. نه خلق باید پوشه سوق مشخص سوق امی اول در بازار چیه امی اول سر تیم دولت ساز اعتبار نمونده ما و هیچ اعتبار نداره مردم سر تیمای دیگه هیچ اعتبار نداره سر کس اعتبار دارن برای واقعی رای واقعی مردم اومده باشن در بحث طول موضوع برتا کمیسیون دازی یعنی خلق به کمیسیون اعتبار لری اجازه بده وقتی که ما در بحثا میبینیم از طرفدارای تیمای ناظرین تیمای نمایندای تیمای انتخاباتی رو میبینیم مردم باورش کم شده میره. امیر سایکو مردم میفهمن کی برنده است. امیال مردم میفهمن که خلق نپویی یاد از این رونالس پاس نپوییگم کل اگه اول شما میفهمن اول هی سوگ نپویی ما باید منتظر شد تاکنو کمیسیون سوگ اعلانه اجازه بده مردم چی تو میفهمن که به خاطر از این کدام کاندید و با کدام افراد و اشخاص امرایش هسته یک موضوع. موضوع دیگه که چرا میفهمن که وقتی که راهای بایومتریک وقتی که راه کاندیده که پافشاری میکنه که راه اعلان کنه راه بایومتری که راه واقعی مردم ها ولی از طرف دیگه گروه ها او ممانعت صورت میگه خود مردم میفهمه خود اگه میفهمه ولی اگه بازم پیشنهاد ما به کمیسیون انتخابات به خواهر ما با اعضای کمیسیون که بیای خدا را حاضر ببینه خواهر عزیز اگه صدای ما را میشنوی یک قربانی بده که ملت ما خون نکشون یک شفافیت اعلان کنه مطابق بایومتری که رئیس جمهور واقعی بیای سر قدرت توی وطن از این بحران نجات پیدا. ډیر زیاته مننه سیاسي شنونکو خغل اسکندر از غری کورمدان ډیره مننه. خلاص بیا هم ستړي مشو سم په سټډیو کې ململرو حمزه غفرزوی د افغانستان د ورونو قومونو شورا مشر له خغلی غفرزوی سره بعد غزنی امنیتی وضعیت پاک لا خبر اتری ولرو خغل غفرزوی ډیره زیاته مننه چې زمنګ بلنه منله غزل تاسو به ورو تازه حال یا تا جزئیات سدي تازه خبرونه سدي په غزنی کې زم خپل طرف خپل سلامونه د ټلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. در ولایت غزنی جوانا زیاتر با بسیار مشکلات و با بسیار یک چالش روبرو هستند که از پری روز به این طرف 3-4 نفر ترور شده در ولایت غزنی. به خاطر از این نگران هستن ما اول تسلیت به خانواده مشربا جان کسی که رئیس مدیر اجرایی استناف غزنی بوده که ترور شد در پیش خانهشون تسلیت میگم و نگرانی های تمام مردم غزنی داری است که چرا در غزنی ترور زنجیره‌ای است چرا ترور بس نمیشه در ولایت غزنی امروز ما جوان شد ترور شد سالور 15 نفر سوکو اینا یکیش یادآوری کردم کسی بود که
مدیر اجرایی استناف غزنی بود، از سارانوالی استناف غزنی بود. یک کسی دیگیش هم بود که دکاندار بودن، اونا کسی بودن که خودشان طالب برشان زنگ میزنه که بیا در فلانی جای به نام قلی ولی یک جای میگه به اوجه بیا، در اوجه که میرن اینا را تیرباران میکنه طالبا. نمیفهم که موضوع اصلی چی بوده، خو عامل ای بوده که خود ازی چطور رفته، کسی را در جریان نمانده و جوانایی را میگه که ترور زنجیره‌ای در غزنی. اگر ما شما ببینیم که جوانای ما خودشان خودسرانه یک کار میکنن، نیروهای امنیتی را در جریان نمیمانه و در کنار نیروهای امنیتی خود نمیباشه، ما یک جواب ما در این سوالی است که جوانای غزنی حقه که با مخالف با دشمن همکاری دارن، چرا با دولت ندارن؟ اگر همی همکاری را با نیروهای امنیتی خود داشته باشن، در کنار نیروهای امنیتی خود باشن، هیچ وقت در غزنی ترور نخواهد شوه و هیچ وقت غزنی ناامن نخواهد شوه. اینایی که زنگ میزنن برای زینا بگونی این و آن این را در قریجات میخواهن، طبعا حاکمیت اوجه به دست طالب است. ما نمیتونیم که اوجه ما از این جوان حمایت بکنیم یا این جوان پشتیبانی بکنیم. به مثل دینروز که ما گفتم کدام کسی را طالب خواسته اوجه رفتن و اونا را تیرباران کرده. نو ده طول همه ده دست جگری چی کیگی ده طول زوانان خپله ده نفکری سخده کار کیگی. نو ولی موگ ده امنیتی زواکو تر چنگ وانه دریجو او امنیتی زواکو سر یو زای وانه سو. ال ده ال تپ غزنی که امنیتی زواکون سر همکاری ده خلق و همکاری سمره مهمه ده، سمره شته ده، مهمه خدا پا هر زی که سمره شته ده، سمره موجوده ده همکاری. ز فکر نکنم چی په غزنی کې جیش پیشتاد ځوانان د امنیتی ځواکو سره همکاری ولري. په دا خاطر ز کمه ده، کمه ده علت عوامل هله عوامل دا دی چې هلته عوامل دا دی چې هلته دښمن پر زیاتې کړی دی، ځوانان غولول کړی دی، نو د دې څخه استفاده کوي. موږ ګوره زموږ ځوانان د غزنی د ځوانان چې زه پیژنم، دا ځوانان عشر زکات طول طالب تور کهی، ده طالب سر خاری که لری، اوزه ما دست کسان لیدلی دی پا غزنی که دست کسان می لیدلی دی سی یو مشکل پا غزنی شهر که حل نسی دی طالبان تا مراجعه کهی. ده خپل یو جفا دی ده حکومت سره، ده خپل از موگ یو جفا دی، باید داوانه ویسی ده موگ مشکل حل سی موگ طالب تا ورسو، که چیر ده ما مشکلم نه حل کی گی باید موگ طالب تا مراجعه و نکو، پا ده خاطر سی ده دی زیاده کی گی لموگ سره، ده دولت سره، نو پا ده خاطر پا غزنی که دیر کم زوانان ده امنیت سره او ده امنیتی زواکو سره، دغه لري ارتباط لري او حمایت کوي. پټوله کې په غزنی ښار کې امنیتی وضعیت پاک لکه وغږیږو چې فعلاً وضعیت څنګه ده، هلته په ښار کې وضعیت څنګه ده، په ښار شاوخوا نورو ولسوالیو کې امنیتی وضعیت څنګه ده؟ په ولسوالۍ کې خو په ټول افغانستان کې جګړې شروع دی او همداسې په غزنی کې او مخالفو په هر ځای کې خپل کړنې کوي. نو په غزنی کې یګانه چیز که در غزنی مهم است تشکیلات غزنی است. غزنی شارش اگر بگویم هم نس هم نام است، اگر بگویم نام نس نامن به این خاطر که در چند کیلومتری قماندانی یا اوزی دوی چی میشه. فرض کن ما سایه اوزی دو بسیار کلان یک سایه اوزه است. اونا یک تانک داره، در یک تانک اینا به کجا برسه؟ اگر عملیات مثال به شرک میشه اینا به شرک میده، اگر به قلعه قاضی میشه به قلعه قاضی میده، اگر به سمت اسپنده میشه به اوجه میده. و تشکیلات کم است در غزنی. یگانه هدف مردم غزنی از خود نیروهای امنیتی است که تشکیلات غزنی پوره شود. غزنی تشکیلات نداره، تجهیزات نداره. وقتی که تشکیلات نباشه، تجهیزات نباشه، چه قسم یک امنیت درست شود؟ بیز نیست که یک بیزا درست شود. حال فعلا اینا بیز جور میکنه، ما با تماس هستم امرایشان بیزا رو جور میکنه، نفر نیست که همی بیز نگاه بکنه. این خودش یک مشکل است. اوز مشکل چیر تا تشکیل کم ده، افراد زلن خکایی سمره تاسو لحال تا لامنیتی یا چارواکو سره، لنور و چارواکو سره، لوالی سب سره خبری کردی چه بلاخیر ده تشکیل مشکل چی ده؟ دیر ریخته هم یه امده مشکل ده، سمره رسیدگی دوی کنی؟ دیمو یه مشکل امده مشکل چی ده تاسه دیر یه خواه اشاره ورکی. زمو رهبری ده محلی رهبری په غزنی که نامانگ ده چی جناب والی سب ده. پا ده خاطر وقت که پا راس که چی والی یو بیکفایت ای، نو موگ ده غزنی وضعیت با چنگ گورو؟ غزنی که والی بیکفایت ده، موگ ده امنیتی زواکوس خوشحاله یو. ما در تا یادوانه وکی سی دی طول همه روزه ده تبتلاش که او پا راس که چی ده رئیس جمهور نماینده ده والی سب دی
امانگی درست امانگی نلری دغه وس په غزنی کې جګړه شروع دی دغه دی والی صاحب درک نلری په غزنی کې نه پیغام ستیر دی او دی په فیسبوک نشته کوي سی والی صاحب عظیم سفر رسمي کابل شوه په کابل کې نسته په کابل کې د زیم نور ځوانان دی وو ګوري چیرې دی دی په دوبه کې چکر وی اوس نو دا ټول ستونز موږ هر وخت دغه ستونز موږ ویل دی سی باید والی د غزنی تبدیل سی نو په دا خاطر تشکیل مشکل مور سره شریک کړي د والی صاحب سلامنه قومندان سره دا دوی جواب دا دی وای د مرکز سره مختنه راکول شوی چیرې چې رئیس جمهور رالی غزنی ته غزنی چې سقوط شوی وو درجه یک تشکیلات ورکی غزنی ته نو دا څنګه درجه یک تشکیلات دی کال پوراسه تر اوسه تشکیلات نه دی پوراسه ما درته یادونه وکړم نو د موږ په غزنی کې خزوانان د هر اقوامو دی په دولت کې اوس ما درته یادونه وکړم چې په یو حوزه کې یو ټانګ دی دا یو حوزه کم ځای ونیسي شار ما باندې ونیسي اطراف ونیسي ولسوالیان ونیسي یا دغه ولسوالیان چې کمربندونه ونیسي کم ځای ونیسي یو ټانګ لري نو داسې ځوانان دی په غزنی کې چې واقعا د غزنی په هر زړه سوزي چې شي دی تشکیلات نسته نو چې تشکیلات نه دی تشکیلات پر اساس کې یو او بل په غزنی کې د ترور چې کیږي اپراتیفی پیسې نه مصرف کیږي په غزنی کې که چیرې اپراتیفی پیسې په غزنی کې مصرف سي نو دا د ترور عامل هم لیرې بشي او مردم هم نگران نخواد باشه اگر پول اپراتیفی مصرف شوه در غزنی هیچ وخت ترور نخواد شوه در غزنی و تجهیزات غزنی که پوره شوه پوست ها ایجاد میشه و نیروهای امنیتی همه روزه تلاش هم زیره دارن که تشکیلاتشون پوره شه در تشکیلاتشون ما باور که در یک جلسه قماندانی امنیه ما بودیم که قماندان امنیه سر رئیس امنیت میندازه رئیس امنیت سر اردو میندازه اردو سر پلیس محلی میندازه به خاطر چی تشکیل نیست تشکیل نیست یک بیزه که اینا جور میکنن ایران میمونن که اونا کیره ده اوج جای بجای بکنه این کلش یک مشکل است اوس دغه مشکل واسه د غزنی په خار کې کنه په لسوالی کې هم دغه د تشکیل مشکل چې تاسو یادونه وکړه تشکیل نشته مشکلات شته په غزنی خار کې دغه مشکل کنه په ټولو لسوالی کې هم دغه مشکل په ټولو لسوالی کې واسه چې په غزنی کې د غزنی په شار کې چې د غزنی په شار کې چې پرسونل نه وي تشیزات نه نو په لسوالیان کې وڅنګ نو په موږ دا غواړو چې په غزنی کې یو لیوا کفایت نه کوي یو لیوا دی په غزنی کې یو لیوا کفایت نه کوي په غزنی کې زما غوښتنه د وزیر صاحب دفاع څخه دا دی چې باید په غزنی کې یو بل لیوا موږ ته جوړ کړي چې دوه لیوا سي بیا هغه عمل کېږي چې تجهیزات هم پوره سي او د پولیس په اړه هم باید وزارت داخله توجه وکړي چې د دوی تشکیلات ډېر کړي او د دوی پرسونل ډېر کړي پرسونل کم دی نه سي اوس په یو پوسته کې درې نفره دی درې نفر چې ماسام عمله پر وسي نو دوی به څه شي وکړي ما درته یادونه وکړي څوک چې په دوه موزه کې دی چې زه ښه روابط ورسره لرم نو دا دوه موزه چې د شار په مابینس کې دی همداسې اول اوزه دوه موزه دری موزه دوی ټوله یو یو ټانګ لري ما دا درته ویل یو ټانګ یو لنجر به څه شي وکړي نو دا ټول یو مشکل دی چې راغلی دی منځته نو چې موږ قومندان صاحب د امنیې سره خبره کوو قومندان صاحب امنیې څخه ډېر منندوی یم یو تکړه ځوان دی واقعا جنګي ځوان دی موږ په هغه اړه هیڅ مشکل نه لرو صرف مشکل دا دی چې دا موږ ته هره روزه وایي چې تشکیلات مو کم دی موږ تشکیلات نه لرو څوکو نو رښتیا هم که چیرې ستاسو کاغذ نه وي کلم نه وي او ښه زده کم ولرې ته څه شي نوشته کوې هېڅ شی نهسې کولی باید کاغذ و کتابچه یې د تا سره چې ته نوشته وکړې وخت چې تجهیزات نه وي در سره هېڅ شی نهسې کولی نو په دا خاطر زما غږ په ټولو د مسؤلینو چې په مرکز کې دی دا دی چې پر غزنی باندې توجه ولري اوس ګوره فرض کړه د یک ولسوالۍ یې نیولې دی د یک ولسوالۍ کې یو بیز ایجاد کړی دی په یو بیز کې ګرده د خلک د زراعتي شیان پایمال سو تمام چیزای زراعتی از اونا کلش مرمی خورده که راکت خورده اوان خورد خلاص شده ولی یک کسی نیست که اموج یک بیز درست را یک بیز دیگر را ایجاد کنه در یک بیز چاری یک ولسوالی کلان نمیشه که یک ولسوالی کلان باشه همی تو ولسوالی خوجه عمری همچنان مشکل غزنی مشکلش اینمی است که هر کسی که در ولایت غزنی آمده به حق غزنی جفا کرده از بلند پایا که آمده از مرکز اینا جفا کردن با حق غزنی جفایشون نمی بوده آمدن میمانی خود خوردن به ایسی آیت آمدن که هیچ مشکل در غزنی نیست مشکل چطور نیست در پلیس مشکل است تجهیزاتش کم است این خودش یک مشکل است وقتی که تجهیزات نباشه پلیس چی میتونه اردو هم چنان موتو دیگه ما خواهش ما از وزارت داخله از وزارت دفاع ای است که باید سر غزنی توجه بکنه و تشکیلات غزنی رو پوره بکنه که غزنی ما همین شوه حالا ببینین زمستان است زمستان نه آمد زمستان است وقتی که تشکیلات کم باشه در زمستان بیزو کمتر شده میره ما میگیم باید
تشکیلات غزنی ما پوره شوه تا که ما از این بدبختی و از این بحران برایم دیگه. هر روز جوانای خود قربانی میتیم، یگانه عاملش نمی است که تشکیلات کم است، امنیت نیست و یگانه خواهش ما از تمام فکر کنم دقایق آخر برنامه است. یگانه خواهش ما از تمام جوانای غزنی بالخصوص از اوی ده کسایی که همکاری با دشمن دارن، اگر شما فرض کنین امروز مشتبه که یک جوان واقعا که از درد مردم غزنی آگاه آمر اجرایی استناف بود، اونا را ترور کردن، با اونا رحم نکردن، پس به شما رحم نمیکنن. باید چی بکنن؟ با نیروهای امنیتی یک جای شن تا غزنی از بدبختی بیرون بیاد. دیر زیاد مننه خغل حمزه غفارزوی کور مادن، دیر مننه. خراغلاس بیا هم ستړي مشه د هوا د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو ټولنه وایي د ترانسپورت وزارت په ادارو کې نږدې د کال له دوی څخه لس میلیارد افغانۍ د عوایدو په نامه ټولیږي چې د دولت خزانې ته یوازې دوه میلیارده ورکول کیږي. د یادې ټولنې مسؤولین وایي چې هغه هدایتونه چې د ولسمشر لخوا د ترانسپورت وزارت اړوند ورکړل شوي وو تر اوسه یې په اړه اقدام نه دی شوی. په همدغه موضوع بحث لرو، په سټوډیو کې میلمه لرو د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د انسجام مشر ښاغلی طلا محمد اتمانځی را سره میلمه ده. له ښاغلي اتمانځی سره به په همدغه موضوع بحث ولرو. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه منله. راځلی تاسو به اورو چې تاسو شکایت کړی چې فساد موجود ده، د حکومت خزانې ته نه ځي پیسې، څه کیسه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسې، ستاسې د تلویزیون کارکوونکو او د افغانستان ټولو خلکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د فساد په باره کې خو باید داسې ووایي چې فساد متاسفانه شته په مختلفو ادارو کې او په مختلفو مراجعو کې، مګر زموږ ډیره ګیله د خپل وزارت ترانسپورت د مربوطه چارواکو نه کیږي. د دې په ځای چې دوی موږ سره د فساد په ورکولو د مشکلاتو په حل کې سهم واخلي، دوی د ترانسپورت په نامه ناست دي، امتیازات اخلي، دوی خپله باعث د فساد او د مشکلاتو د پیدا کیدو شوي. زموږ ډیره ګیله مندي د خپلو مسؤلینو نه ده چې په هغه جمع کې رئیس عمومي د ترانسپورت، رئیس د ادارې راو جاده په اوس نومي ښه پخوانی وزارت ترانسپورت، او خپله وزارت ترانسپورت چې اوس یې یاري صاحب په راس کې دی، او فاید عامه او ټرافیک او ښاروالي، دا ټول د وزارت ترانسپورت په نوم یادیږي. دغه فساد چې موجود دی دا په دوه برخو کې دی. یو هغه فساد دی چې د زړو قوانینو مقرراتو طرزالعملونو په اساس د دولت د ملت جیبونه چور کیږي او شخصي جیبونو ته ځي، مشخص څو کسانو ته، او بل هغه فساد دی چې هغه غیر قانوني اخاذی دي. موږ که پولیس پازابوي، که ټرافیک، که ښاروالي، که هر ارګان، خو زموږ ډیره ګیله او توقع د خپلو مسؤلینو مشرانو نه کیږي. دا علت په څه کې دی؟ علت یې دا دی چې دغه مسؤولین اکثره بې مسلکه دي، اکثره په واسطو راغلي، اکثره په فرمایشاتو او د ډبلو پیسو په ورکولو مقرریږي. که چیرته دوی متعهد او با مسلکه خلک وای او دوی دې خاورې دې وطن ته متعهد وای، دوی به ډیر زیات کار کړی وای چې متاسفانه په اوس وخت کې کار نه لیدل کیږي. اوس یو شکایت چې تاسو کړی و، تاسو ویلی چې له تاسو څخه شاوخوا لس میلیارد افغانۍ شولیږي، یوازې د دولت خزانې ته دوه میلیارد افغانۍ ځي، نور شخصي جیبونو ته ځي. هو بالکل. دا په کوم اساس تاسو دا خبره کوئ؟ موږ دا خبره په هغه اساس کوو کوم پیسې چې زموږ د موټردارانو نه اخیستل کیږي، د دوی د احصایې د مخې دوی تر اتیا فیصده زیات شخصي جیبونو ته اچوي. موږ ښکاره وینو چې دوی جعلي پارچې خرڅوي، دوی د ټیلر په ځای د مازدا پارچه جوړوي. بل ځای کې بیا نه چک کیږي، بل ځای کې نه کتل کیږي. نه، چک او کنټرول خو دوی نه کوي، دوی د پاسه شریکان دي. نه، کله چې پارچه ورکول کیږي بل ځای کې دغه پارچه نه کتل کیږي. دغه مامورین چې دي دا داسې متاسفانه مسلکي، لکه بعضې ډاکتران چې په نسخه هغه یوه دواخانه پوهېږي، نور څوک یې نه شي ویلی. دا مامورین مقرریږي د پیسو د راټولولو دپاره، دوی لیږل کیږي. کنټرول کله چې بې ادبي دي، مافي وایي، هغه قاضي څنګه چل وکړي، نو بیا شکایت چاته کوي. دوی خو دا اوس چې دوی وایي موږ بعضې کارتونه دلته په کابل کې شروع کړي، الکترونیکي سیستم، د بانک سیستم، چې بیګا په ډیره بې شرمۍ سره
رئیس چې رقمی چې رحمانی صاحب نومیږي په تلویزیون تلو کې وي چې مونږ هوایي ټولوو قطن فزیکي پیسې نه اخلو دا بانک دی دغه اوس د تورخم په دروازه کې ډریوران ماته زنګ وایي چې 4000 افغانۍ که کمیشن کیږي د ترانسپورټ چې بانک ته تحویل کی مامور د ترانسپورټ ورته وایي چې 2500 به ما بیتی یا 2000 د بانک نه رو داسې ښکاره فکر یو یو ډول خلک هم په دغه موضوع کې خصوصا دا د ترانسپورټ د برخې مسؤولین هم په دغه برخه کې ملامت راځي مثلا هدف مې تاسو ستاسو راځي ډریوران دي ولې مثلا 4000 په ځای 2000 ورکوي بانک ته نه ځي دا خو یو خو دا ایمان او وجدان خو هر څوک دومره قوي نه لري بل موټردار طایفه هغه اکثره بې سواده خل دي دا نه پوهیږي چې دا پیسې چیرته ځي دا څومره اهمیت لري دا خزانه د دولت ده بیت المال دی دغه مامور صاحب چې ناست دی تحصیل یې کړی دریشي اغوستي امتیازات دولت اخلي کاروانه یې خوري د ده څه وظیفه ده که هلته مخکې یو بندر وای یو کنټرولر چې دې لارۍ ته ووایي راکه د بانک پارشه تا څو پیسې تحویل کړي څومره بار دې دی خو خپله ډریور هم تنبیه کېده مونږ یو خصوصیت لرو چې مونږ همیشه پابند قانوني او مونږ قانون ته تابع او هیڅکله د مجرم دفاع نه کوو په هیڅ اداره کې شکایت نه کوو دغه مامورین دي چې په پیسو غیر مسلکی مقرریږي د پیسو د راټولولو دپاره خو فکر نه کوئ ښاغلی اتمانځای چې بیرته زمینه ورته ډریورانو برابره کړې ده صحیح ده ډریوران په دې برخه کې تاسو څومره اقدامات کړي دي چې حداقل یو ډریور ته قناعت ورکوي چې 2000 روپۍ یو مامور ته مه ورکوئ 4000 ورکړي چې حکومت هم لاړ شي بانک یې تحویل کړي مونږ دا تبلیغات کوو مګر هلته خو د هر ډریور سره مونږ نه یو دا خو افغاني جامعه ده تاسې پوهیږئ دلته صرف انضباط دولتي او قانون عملی کول مهم دي زور څخه باید کار واخیستل شي د زور نه د قانون څخه کار واخیستل شي ګوره تاسو پوهیږئ چې د وزن کنټرول بیګاغه رئیس صاحب محترم په ډیره بې شرمۍ زه یادوم چې وی ویل چې د وزن ډریوران باره مونږ نشو کولای په 1 کیلومتر کې کله چې په تورخم په ګمرک کې فرزن یو ورځ سختی راځي او هیئت څوک ځي نو دوه ټنه درې ټنه مال هم اضافه نه پرېږدي ډریوران فوري ټلیفون کوي چې مه باروئ چې مال نه پرېږدي اضافه د نورم نه ټول هغه ورځ دوه اصلاحات دي مګر کله چې دوی 15000 افغانۍ واخلي یا ګمرک یا ترازو یا فایدهامه نو بیا زنګ وایي چې رابارې کوي کله چې 15000 رشوت فایدهامې واخیست هغه د 1000 اضافه تخلف مال رابارې ځکه چې دلته خو کنټرول نشته یعنی هم ترانسپورت وزارت هم ملامت ده او څه ډریورانو مخکې دا شکایتونه مو شاید تاسو ته هم رسېدلی وي چې تورخم نه چې راواوړي یو ځي پورې راشي دوه موټرونه یو موټر کې بار کې ور روان شي نه دا شی په د غر په خوا کې وو زه درته وایم چې دوه موټره خو نه بارې په مازرا کې به ته څو بورې کمولي بیرته به ور اچو مګر همدا حکومتي کارمندان اوس په ټلیفون ورته وایي ته راځو ته مه راګرځه او نور شجان دي شخ دومره روپۍ راکړه هغه ما مافیایي ډریوران کوي یو شکایت د ترازو کې موجود و چې اکثره ځایونو کې ترازوګانې خراب دي اوس جوړې شوې نو زمنګ د پاره جوړې دي زه د رئیس صادر کنندگان میوه خشک د یو جلسی مثال وایم چې د سرخکانو په ترازو کې په لغمان کې چې ده یو خالی لارې د اینو باندې ترپاله چبوله هیئت ورسره ناسته چې دا وزن کاغه ته وي 2-4 ټن اضافه استي مګر بیا وروسته چې کتلې بالاخره چې دومره جریمه کېږي چې ترپال یې خوا کړی لارۍ خالي ولاړه وه زموږ دپاره که جوړی که ناجوړی دوی هغه خپل بل لیکي دا هغه خاینان دي د ملت دشمنان دي چې د دې خلکو په هډوکو په وینو لګیا دي زموږه دا اوس شرایط ډېر اضطراري دي خبرې ډېرې دي خو زه باید محتوا لنډه لنډه ووایم مونږ ډېر په تنګ یو د ریاست ترانسپورت زمینی د افغانستان کې چې په کابل کې واقع دی دا د رئیس جمهور 10 مورده هدایات دي دوی ته د دې مورد کې په یو مورد کې نمایشي کارتونه شروع کړي دي اکارت هم په فساد اړولی دې دپاره چې بانه جوړه کړي په 30 ولایتو کې د اوس کتابچې دوام لري او جرایم دي او پیسې راټولول دي په میلیونونو افغانۍ او له کثیروم د دوی رګونو ته راروان دي تیر کال زما لګ لګ په یادېږي تیر کال مو هم په همدغه کتابچو باندې بحث درلود چې ولسمشر فرمان ورکړی چې دغه کتابچې باید برقي شي کارونه کوم ځای ته رسېدلي اوس کارونه شلم د جوزا باندې رئیس جمهور په مخ کې دغه رئیس عمومي د ترانسپورټ موږ سبا ده وکړه
شروع کړه یو میاشت تاخیر مگر صرف په مرکز کې قسمان هغه مو چې د ولایت سره راځي دوی ورته ولایت ته اجازه نشته که ولایت ته یو پرنټر دوی نشي اخیستی په دومره غلا او فساد کې ا دولتي پیسې خو پرېږده چې په ولایت کې یو کار توضیح کړي هغه کار ته هم دا ده چې اوس پیسې بانک ته نه ورکول کېږي کار د ډرایور په جیب کې دی او دوی خور د بورد کوي په دا څلورو دروازې کې د خطوسیر په نامه یې په دې سبزو په څنګ نوشته کې بعضې وخت ډرایوران مدرئي په غرب کې همداسې مشکل شته ریاست ترانسپورټ منبع فساد منبع جمعوری پول ناروا قانون شکن و بزد ملت بجای ازی که خدمات به مردم رای کنه پیش روی ترانسپورت را بره منگه یو دیر مهم مسئله باقیداری ده مالیاتو ده باقیداری ده مالیاتو ده دیر و کلون ده پدیخو مختلف و معامل و پاساس منگه و سایت اکثرا باقیدار دی منگه ده وزارت مالی سر خپلا پا ارتباطاتو یو فرموله جوړه کړه په هغه توافق وکړه شورای عالی اقتصادي په اووم د سمبولې هغه پاس کړه مګر د دې په ځای چې دوی په هغه پسې وګرځي ته یې مراحل کې د کابینې نه پاس کړي چې دوی زموږ نمایندګان دي وزارت ترانسپورټ یې نوم دی بیا خصوصا ریاست ترانسپورټ دوی راځي زموږ کار بندوي نه چا ته کارت ورکوي نه کتابچه ورکوي نه ته یې مراحل د اسنادو کوي تو باقیداره سی باقیداری خو ما حکومت سره توافق کړی خو ته ورشه دا مرحله تونده که چې موږ د دولت بودیجې ته عواید داخل کړو دې په ځای چې هغه مشکل حل کړي دوی موږ ته لار دلته نیولې د سولې دغه مشکلات له ولسمشر سره له نورو اړوند مسؤلینو سره شریک کړي تاسو د ننګرهار یادونه وکړئ یا د لغمان څومره به د هغې لغمان ننګرهار له والیانو سره دغه مشکلات شریک کړي والیان بیچارهګان خو صلاحیت نه لري ځکه چې دا خبرې د پاسه کېږي حداقل د فساد مخه خو نیولی شي فساد مخه یا نه نیسي یا نه شي نیولی تاسو ورسره کتلي دي موږ ګوره یو سل شپېته لمبر د ننګرهار ولایت د شکایتو مرکز دی هر ډرایور او هر څوک شکایت کوي والي صاحب په جریان کې کېږي مخکني والیانو سره موږ لیدلي وو مګر دا رئیس ترانسپورټ خو دلته وزارت مقرروي په واسطه مقررېږي دا والي ته یو لکه زموږ دومره شکایتونه او خبرې مستند که دا میډیا او دغه رئیسان راشي دلته د ما سکین یا داسې سرک ته وځو زه به سل فیصده دا کمې داوي چې دي دا په دوی ثابتومه مګر دوی په ډېره بې شرمۍ مهیګه پراد مې کنیم کله تا څه اجرات کړي تا په تخالف کم ډرایور کمه لارۍ ضبطه کړي کم یو دې څارنوالۍ ته معرفي کړي ته خو تنفیظ کننده د قانون قوه اجرایه یې پولیسو ته عدلي ارګانونو ته دوی سر پیسې ټولوي او په دې شکل باندې دا شی نور دوام نه کوي ولسمشر سره مو کتلي و موږ د ولسمشر سره کتلي هغوی ولسمشر خوشبختانه د افغانستان اوسنی ولسمشر داسې یو شخص دی چې واقعا متفکر دی چې څنګه موږ خبره کړي خصوصا ترانسپورټ په مورد کې هغه پروفیسر دی بس پوه شوی دی د خبرې په انجام او دوی ته مشخص هدایت ورکړي مګر دلته یو فضا د بې پروایي د بې مسؤلیتۍ موجوده ده چې دا خلک مختلف سپارشونه لري په ډېرو جګو ردو د دولت کې او تر اوسه پورې دوی باندې قطعي اجراعات نه دي شوي خو په نوې دوره کې موږ امیدواره یو موږ سه دا تعهدات هم شوي چې دا خاینان به د ګریوان نه موږ نیسو حکومت ته به په لاس کې ورکوو او دوی به انشاءالله د تیرو ګناهونو جزا مینه ډیره مننه ډیره مننه د افغانستان د ځمکني ترانسپورټ د انسجام مشر ښاغلی طلا محمد اتمانځی کورمدان ډیره زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو سره غلاست ما آغاز روز خبرونه ده چې تر لسو بجو پورې دوام کوي لکه څنګه چې هم د خبرونه په سر کې یادونه شوې ده چې د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې به بحث او خبرې اترې لرو دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو سرمشریزه هم جوړیدونکې ده او ممکن د افغانستان په اړه هم یو ځل بیا د ناتو ځواکونه او د دوی چارواکي خپلې ژمنې له افغانستان سره اعلان کړي خو دا چې له 2001 کال را په دې خوا ناتو په افغانستان کې میشته ده هغه ژمنې چې په بیلابیلو دغه راز کنفرانسونو کې ترسره کړي دي آیا څومره یې رښتیا هم په عمل کې پیاده کړي دي او هغه ژمنې چې له افغانانو سره وي تر کومه حده مؤثرې او ګټورې یې بللی شو او که راتلونکي کې هم دوی له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار کوي چې له افغان ځواکونو سره به ملتیا کوي دغه مبارزه په افغانستان کې په څه ډول وه
غواړم په دې اړوندو مسایلو په آغاز روز خبرونه کې خپل بحث ته دوام ورکړم. الله ښاغلی عبدالحسیب فقیری د سیاسي چارو له شنونکو سره چې همدا شېبه له ما سره په آغاز روز خبرونه کې دی. فقیری صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ. تشکر سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیندای عزیز تلویزیون آریانا. مننه کور مودان ښاغلی فقیری. غواړم په لومړي سر کې د ناتو د جوړیدونکو سرمشریز په حق له تاسو څخه واورو. ناتو په افغانستان کې رښتیا هم تر کومه حده مؤثره وه او که راتلونکي کې هم ژمنې کیږي، څومره افغانستان لپاره ښه بللی شو؟ خب در قدم اول وقتی که بحث ناتو بالای افغانستان مطرح میشه، از اونجایی که عمدتا شما بهتر میدانی یکی از پیمانهای بسیار بزرگ دنیا که عمدتا میشه جهان سرش حساب کرد و پس از شکست بلوک شرق ایجاد شده، از جمله پیمانایی است که حرفش عملش میتونه به نحوی در کشورهای منطقه و جهان اثرگذار باشه. و بس جاندار در این مسئله ای است آنچه که ناتو تاکید کرده، البته بحث پروسه صلح افغانستان را یک بحث عدمی است و نیاز اصلی مردم افغانستان دقیقا صلح دائمی، البته آن هم صلحی که در ماهیت سخن در برابر صلح باشه، نه در برابر تامین امنیت باشه، نه آنچه که صلح متاسفانه امروز 6 و 7-8 نشستی که در قبال صلح از آدرس زلمه خلیزاد و یک نشست هم از معاون خارجه معاون وزارت خارجه امریکا در آسیای جنوبی مطرح بود، اینا در کل محتوایش برمیگشت صلح در برابر صلح و صلح در برابر صلح اساسا یک نوع امتیازدهی از به طالبا. مردم افغانستان انتظارشان است که در محتوای سخن حداقل با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی که اون دتن صلح در برابر تامین امنیت مطرح بس است و باید تامین امنیت صورت بگیره. ولی مشکل اصلی که متاسفانه در گفتگوهای صلح زلمه خلیزاد با طالبا بود، متاسفانه این مسئله مطرح بحث نبود که اساس و اصل ماهیت صلح با طالبا چی است و ما چیز مردم افغانستان حداقل انتظارشانی بود که از محتوای درونی و اصطلاح رفتار صلحی که زلمه خلیزاد با گروه طالبا داشت مشخص می بود که از ابتدای جلساتی که در قطر صورت گرفت تا انتهایش متاسفانه از هیچ جناح حداقل و صورت نسبی مردم افغانستان خبر نبودند و این نیاز اصلی محسوس می شد که باید دولت افغانستان مشخصا برنامه سنجیده در اقبال می داشت. بله خب خاقل فقیر اوس محل که چیرته در امریکا چه پرست ناتو که قرار لری و دلت زواکونه میشتیم، لیوی خواسخه که دی سول خبری مختزی لبل خواسخه دی جگری رگرونه هم گرم ساتل شویدی. چه فکر کوی چه امریکا و ناتو چم رخ پل مسئولیتونه او هغ اهداف و پموخه چه دوی افغانستان تراغلل دوی ورته ورسیده لخ پل مسئولیتونه یادا کرل دی افغانانو پورانده؟ خب وقتی که در سال 2006 مشخصا ناتو تصمیم میگیره که با در نظر داشته به اصطلاح ای که تروریسم بین المللی نه تنها تهدید بر افغانستان بلکه تهدید است به سطح بین المللی و میان به افغانستان، و در سال 2008 مشخصا در کل امو موضوعی به اصطلاح رهبری نظامی های افغان را به عهده میگیرن. اینجا یک مسئله که اساسا مطرح بس بود در ابتدا و انتها 16 سال تقریبا بیش از 16 سال میشه که افغانستان و مردم افغانستان انتظار صلح پایدار که آن هم بتانه پاسخگوی و اصطلاح رفتارهای جمعی مردم افغانستان باشه را انتظار دارن. ولی در کل چیزی که خیلی ها مهم هست، وقتی که ناتو و ایالات متحده آمریکا از یک طرف میخوان پروسه صلح به وجود بیاره با دولت افغانستان با طالبا و از طرف هم به نحوی اونا عملات تهاجمی و نظامی خود را علیه طالبا و طالبا هم هیچ نوع به اصطلاح احساس نسبت به اینکه حداقل به خاطر رسیدن به پروسه صلح به صورت نسبیش بحث آتش بس که یک بحث بسیار حتمی است مطرح بس باشه در نظر نمیگیرن. شما شاهد از این هستید که در مذاکرات تقریبا دور ششم که زلمه خلیزاد با طالبا داشت علنا و به اصطلاح به حملات نظامیشان بالای افغانستان هجوم می بردن، و در نمونه وقتی که یک شهروند یک نظامی آمریکایی در مکرویان کشته میشه به اثر حمله که شد 11 تن از افغان ها، بالاخره سرانجامش این شد که آقای ترامپ حرفی در تویتر بنویسه و ای که ما قطعا نمیخوایم با طالبان صلحی را مطرح بحث قرار بدیم، به ای که اونا حداقل وقتی که بحث صلح مطرح میشه همو به اصطلاح پرنسیپی که نیاز صلح مردم افغانستان را در نظر نمیگیرن. و انتظار ما ایست وقتی که بحث
جنگ و صلح مطرح باشه قطعا ما نمیتونیم به صلح برسیم. بحث و صلح به اساس بحث و صلح این است که در قدم اول آنچه که انتظار میره این است آتش بس صورت بگیره و به تعقیب آتش بس طالبا ایدئولوژی خود را وقتی که اینا بحث جنگ در بحث به اصطلاح امروز شرایط به اصطلاح نظامی محول و تحول بسیار عمیقی را در خود داشته از آدرس نظامی ما بیشتر جنبه‌های به اصطلاح اقتصادی را مطرح بحث قرار میدیم. در دنیا این ثابت شده است هیچ تیم و توده نتونسته به اساس ابزار نظامیش موفق شود این لایی که ابزار دیپلماتیک ابزار اقتصادی اینا میتونن به اصطلاح یک مومده باشند برای ای که ما بتانیم حداقل با آنچه انتظار داریم برسیم. بله خوست محل خاقل فقیری پختن داده چی؟ لدوزر و لومری کال را پا دی خواهد دیدم پوری اتل اسکال دی تیری دو پا حال که دیلا هم افغانان و جلکیگه و جگره پا افغانستان که روانه ده. افغان حکومتونو تل یادوونه کرده چی جگره زمگ نده پا مک تپل شویده و جگره دی حل لاره نده. امریکایان اوس دی پایلی ترسیدلی چی جگره دی حل لاره نده بلکه مذاکرات باید مخته یورل شیم. چه فکر کوی چی ولی دوی دوم را کلونه جگره ایز ماموریت پا افغانستان که مخته یورل او اوس محل دی افغانانو حقی غختنی تا یا حقی خبری ترا گرزی چی جگره دی حل لاره نده باید دی مذاکره لاره روان نورین تا دی پایلی که کی خودل شی. خب مردم افغانستان از جنگ و بحث مربوط به جنگ خسته شدند. در طول 40 سال ما تجربه جنگ را داشتیم اما متاسفانه از ابزار نظامی قطعا ما نتانستیم به خواستگاه اصلی که انتظار ماست برسیم. اگر طالبا هم بحث به اصطلاح جنگ را مطرح بس قرار میتن و به نحوی اینا تثبیت و قدرت میکنند که گویا ما میتونیم از هر اسگاهی ممکن به خاطر رسیدن به اهداف ما از ابزار و اصطلاح نظامی استفاده بکنیم قطعا اگر شما 30 سال با مردم افغانستان جنگیدیم و درگیر بودیم انتظارتان ای است گویا ما میخواییم امارت اسلامی را در افغانستان پیاده بسازیم. خب چیستی امارت اسلامی چی است؟ آیا همون نظامی که در دوره ملا عمر در افغانستان حاکم بود و مردم در انزجار اجتماعی و انزجار به اصطلاح اقتصادی قرار داشتند یا مو به اصطلاح در کل میشه به شکل شدید و با در نظر داشت تشدد و تشددی که در او دوره وجود داشت اساسا محتوای به اصطلاح دین در حومه تعبد خیالی مطرح و از قرار داده بودند که متاسفانه یک نوع تقدم شد به ابزار به اصطلاح فاشیستی که متاسفانه ما امروز اثرات از او را به صورت ژرفش در جامعه ما هویدا هستیم. ولی بس قرار میشه که ما بس صلح دولت افغانستان را با امریکا مطرح بسازیم از یک طرف جناهای درگیر ما که گروه های طالب است در قدم اول طالبا بیان و چیستی برنامه های خود را با استفاده از ابزار دیپلماتیک با مردم افغانستان مطرح بسازند. فرض کن میخوایم ما امارت در افغانستان بیاریم. چیستی امارت شما نو رفتار حکومت داریتان نو به اصطلاح برداشت های سلیقه‌ای انتظارات مردم افغانستان را شما تحلیل و ارزیابی بکنی. آیا مردم افغانستان حاضر است به امارت اسلامی روی بیاره؟ یا ای که نظام ریاستی را اینا انتظار دارن به پیش برن؟ شما الان میبینید شجاعتی که مردم افغانستان نشان دادن و اشتراکشان در انتخابات آن هم البته نیاز بود که به کثرت مردم به پای صندوق‌های رای برن اما حداقل به صورت نسبی با در نظر داشت یک نوع انزوایی که در کشور ما وجود داره مردم رفتن به پای صندوق‌های رای و زایمانده خود را ای که کمیسیون انتظار شیست چه شخصی حداقل بتانه آرای اکثریت را به دست بیاره و بتانه به عنوان رئیس جمهور تعیین شود. مردم افغانستان انتظارشان نیست که بیاین ما از گذار از جهان سوم بریم حداقل به جهان دوم و بالاخره به جهان اول نه به عقب که به اصطلاح ماهیت و اصطلاح ارتجایی را در نظر بگیریم و بریم پس به پس زمینه ها و به گذشته ها. ما میخواهیم به پیش حرکت بکنیم حداقل تحول ایجاد شود تا آنچه که به اصطلاح مردم افغانستان انتظار دارن و در عین زمان دولت افغانستان میخواه ما از این آدرس بتانیم با در نظر داشت ابزارهای دیپلماتیک و اهداف انتفاعی خود. بله خوست محل څومره دغه ذهنیت په طالبانو کې موږ تاسو لیدلی شو چې دوی به له دیپلوماتیکو لارو څخه هڅه وکړي تر څو رښتیا هم له افغان حکومت سره د مذاکره وکړي او خپل دغه روان جنگ ته د پای ټکی کیږدي چې دوی ورته د جهاد نوم ورکړی دی بلکې دلته ټول افغانان وژل کیږي مسلمان وژل کیږي. څه فکر کوي که چیرته په طالبانو کې ذهنیت رامنځته کوو د طالبانو د ذهنیت بدلون لپاره ستاسو په باور باید څه ډول ګام پورته شي؟
خب در برابر ذهنیت طالبانی که امروز در افغانستان وجود دارد، طالبا ادعایشانی است که گویا ما از جمله کسایی هستیم که میخوایم امارت اسلامی را، یعنی حامی دین، حامی به اصطلاح معنویت افغانستان خود را میشمارند، که متاسفانه یک از باور من یک پدیده بسیار مضحک میدانه باشد. به دلیل از اینکه مردم افغانستان اساسا اگر ما بیم به اصطلاح بنگاه اصلی دین و تدین را مطرح بس قرار بدیم، حتی خدا خودش میگه که زمان قرار میشه در یک جامعه شما برای پیشرفت، برای توسعه، برای رشد و شکوفایی به نحو هنجارهای اجتماعی که نیاز است در نظر بگیری، آنچه که خیلی مهم است وقتی دیگرا بر شما کمک میکنن یا حداقل فضا را بر پیشرفت شما مساعد میسازن، شما در برابر از اونا هیچ نوع نقد، هیچ نوع به اصطلاح کنشی را انجام نده. ما در نمونه طالبا بیان یک بار صلح حدیبیه را مطالعه بکنن، خودشان به عنوان کسایی که فکر میکنن حامی به اصطلاح دین هستن، در اونجا تا که کفار بالای مسلمین هجوم نوردن، مسلمین عکس العمل نشان ندادن، حالان که یهودی هم در اونجا بودن، مسلمان هم بودن، هر دو به خاطر رسیدن به اهدافشان کار میکردن. اما متاسفانه امروز اینا بین خود در انزجار به اصطلاح تدینی قرار دارن. در نمونه گروه های طالب از یک آدرس، گروه های داعش از آدرس دیگه. به عنوان مثال امروز داعش طالب را میگه که طالب اهل تشیع را به اصطلاح مسلمان میخونه، او هنوز باورشان در محوطه به اصطلاح هیته سنتی انجمادی قرار داره، که هیته سنتی انجمادی اما مفکورایی که در حومه چهار قریه به اصطلاح تلخیص میشه یا به اصطلاح روستای دوردسته، که انجماد فکری در واقع در اونجا اساسا مطرح بحث است، با در نظر داشت و حرمتی که بر مردم افغانستان و مردم شریفی که همیشه در رشادت و پایمردیشان نقش فزاینده داشتن و همین رشادتهایشان در کل باعث شد که امروز ما حداقل خود ما ممثل اراده خود ما باشیم، که همون بحث انتخابات اساسا مطرح بحث قرار میگیره. ولی بحث دیگه ای که اگر ما قرار باشه بیم پروسه صلح را مطرح بحث قرار بدیم، در اینجا ما در قدم اول باید آتش بس صورت بگیره و بس آتش بس، و در قدم دوم مذاکرات بین الافغانی از یک طرف، و در این زمان گزینه سیم که بین میون میانجی بین زیاد بین دولت افغانستان و طالبا باشه میتونن ناتو و امریکایی ها باشن. بله خوص محل که چیر تمونگو تاسی پمیلی اولی حکومت که او گرو لامریکا و ناتو سرمونگو تاسی دو امنیتی و دفاعی ترونون لسلی کرل، دوی دغو تړونونو ته څومره ژمن پاتې شول؟ که نن یو ورځ بیا د ناټو د دفاع وزیران سره راټولیږي، د افغانستان په تړاو، د افغان ځواکونو په تړاو خپلې مرستې او همکاري اعلانوي، دا به رښتیا هم یو ځل بیا د تیر په څیر د شعار په حد کې پاتې وي؟ دا چې په عمل کې به هم موږ و تاسې دا ووینو، او د افغان حکومت مسؤلیت دلته په څه ډول باید وي چې څنګه کولی شي چې د دوی دغه خبرې په عمل کې پیاده کړي، او څومره له دوی څخه کولی شي کار واخلي؟ خب بحث تئوری و نظریه‌ای که در کل جامعه بین الملل داره، به خصوص حرفایی که نماینده سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح کردن، من می‌خوام بس خود با در نظر داشتی مسئله اشاره بکنم. اونا بحثی داشتن، گفتن که ما انتظار ما است تا بتونیم حداقل برای 30 سال آینده افغانستان برنامه‌ای بسیار مشخص و انتظام بخشی را که به شکوفایی اقتصادی بتونن مردم افغانستان برسه، و بحث دیگه ایره که دبیر کل ناتو در انگلستان در سخنرانی که مطرح کردن ای بود که ما اساسا توجه ما به صورت دقیق بالای مردم افغانستان است. ما تلاش های پیگیرانه ایره در طول 18 سال در افغانستان انجام دادیم و مصارف ایره که بالای نیروهای و اصطلاح امنیتی افغان و مصرف رساندیم، قطعا افغانستان را در هیچ حالت تنها نمیگذاریم. و در این زمان آنچه که اونا مطرح کردن ای است که هیچ وقت ما اجازه نمیتیم لانه های حراس افغانان در افغانستان به اصطلاح تقویت شود. اونا خودشان میفهمند اگر لانه های حراس افغانان در افغانستان تقویت شود، این نه تنها به اصطلاح تروریسم در سطح افغانستان میتونه تلخیص شود، به تهدید خود بود به سطح بین المللی، و ما به اصطلاح از یک طرف باعث به اصطلاح بدبختی و ویرانی افغانستان خود بودیم، و از طرف هم در نمونه که ما در سال 2001 تجربه خود آمریکا دیده که تروریسم بین المللی اگر به می منوال که فعلا ادامه میتن، اگر جلو وزی از طرف به اصطلاح جامعه بین الملل گرفته نشود، مسلما که بدتر از 2001 تجربه خود کردن، و نیاز اصلی سونا هم در صدد ازی هستن تا بتانن حداقل یک راهکاری که بتانن یک صلح دائمی را در افغانستان به بار بیاره، و در صدد ازی هستن و هیچگاه
با باور خودشان، البته ای که شما اشاره کردین در حد شعار باقی ممانه یا در حد عمل، من مسلماً ای را میتونم بس بگیریم ای که زمان قرار میشه اینا بحثی را مطرح بسازن، اگر در حد شعار باشه اینا از نظر افغان همه ذهنیت زده میشن. با او خاطر انتظار ما ایست که اینا بتونن حداقل با دید واژه تو پهلو که در افکار عمومی به اصطلاح مطرح بس است و پیش نروند، بلکه آنچه حرفشان میگه عملشان هم بتونه بر ما ثابت بشه. بله، خصوص محل در افغان ځوکونو ملاتړ بهیر د کرا شو د ناتو او د امریکا له خوا څخه د دوی دغه ملاتړ په کوم حد کې بلل شو او څومره راتلونکي لپاره ګټور بلل شو که یو ځل بیا دوی له افغانستان سره پاتې کیږي؟ خب وقتی که قرار میشه این مسئله مطرح بس قرار بگیره، از یک طرف ما میتونیم آنچه که مردم افغانستان انتظار دارن و انتظاراتی که مردم افغانستان دارن نیست، صلح است، ثبات دائمی است و در عین حال حفظ به اصطلاح نظام ریاستی است که مو بحث نظام ریاست جمهوری میشه و دیگه رفتن حداقل ما خسته شدیم از دغدغه های به اصطلاح جنگی، از دغدغه های نظامی. شما پیمان و ارسال مطالعه بکنید، اینا در زمانی که یک تشکیل بسیار کلان بودن که در اصل اونمو اتحاد جماهیر شوروی، اینا در کل اهداف از اینا بیشتر فوکس بالای نظامی داشت. امروز پیمان شانگهای هم داره در کل که امو زاده ای به اصطلاح پیمان و ورسا هست، بیشتر جنبه نظامی داره تا اقتصادی، که اما متاسفانه برد زبان ها در جهان نیست، به دلیل از اینکه اونا از ابزار نظامی کوشش میکنن به نحوی اگر فعلا استفاده نمیکنن، ولی نسبت به بود اقتصادیش بود نظامی شه بیشتر مطرح بس قرار میتن. بازم اشاره ما ای است، البته مردم افغانستان ایر انتظار دارن و جوان های افغانستان هم امی بحث و دید را در کل دارن که هیچگاه ابزار نظامی در طول تاریخ نتونسته موفقیت آنچنانی که به اصطلاح نیاز بوده را مطرح بس قرار بده یا حداقل در خور تطبیق بگیره. برعکس ما میتونیم از ابزارهای دیپلماتیک کار بگیریم و در این حال مباحث مربوط به موضوعات اقتصادی، این خودش میتونه فضا را به نحوی متحول باشه. خور مدن خغلی فقیر، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. درانو لیدونکو السلام علیکم، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. ویم آغاز روز خبرونه ده او زه عبدالصبور رؤفی هم ستاسې کوربه. درانو لیدونکو، دا چې د 1491 کال ولسمشریزې ټاکنې ترسره شلې، خو لا هم هغه اندېښنې پر خپل ځای باندې دي چې بې باوري پر کمیسیون او همداراز د بایومتریک شوي او غیر بایومتریک شوي رایو په تړاو باندې موجوده ده. او په دې وروستیو کې هم بله اندېښنه له دې اړخ څخه ده چې دا بایومتریکی دستگاه و زیرمتون ته چې کومې رای انتقالیږي د هغه د سیل یا د قفل ماتیدل هم یو بل اندېښنه ده چې یو شمېر ټاکنیز ټکټونه یې اندېښمن کړي دي او وایي چې ممکن دلته لاسوهنه شوي د یو مشخص کاندید په ګټه باندې. او همداراز د ټاکنو د کارکارت په اړوند هم اندېښنې موجودې دي چې ډېر په سسته توګه باندې دغه کار مخته وړل کېږي او ممکن دا ډېر زمانګیره اوسي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یادونه کوي چې دوی هڅه کوي تر څو خپلې چارې راټولې کړي او په لنډ وخت کې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو رښتیا هم دغه اندېښنې څومره پر ځای بللی شو او څومره کمیسیون په خپلو چارو کې بریالی بللی شو تر دې دمه پورې، غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له ښاغلي مقدم امین، د پوهنتون استاد، چې همدا شېبه له ما سره په آغاز روز خپرونه کې دی. امین صاحب سلام او ستړي مه شئ. مننه. کور مو ودان. غواړم چې په لومړي سر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکړنې په تړاو ستاسې نظر له ځانه سره ولرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې خپل کار کې څه ډول ارزیابي کولی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض احترام. به هر حال ما یک کشوری ظاهرا مظلومی داریم، یعنی همیشه به نوعی باری دوش جامعه جهانی بوده، با وجودی که 14 جنگ سپری کرده، ولی بعد میبینیم که بعد از 2001 ما وارد یک صحنه جدیدی در افغانستان شدیم. کشورهای منطقه، کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا زمینه نیادهای قانونمند، نیادهای مردمی، نیاد بحثی فرهنگ دموکراسی، این زمینه ها را برای مردم افغانستان مساعد کردند. یک بحث کلی که ما داریم، واقعا آیا در افغانستان سیاسیونی هست، سیاسیونی که بر مبنای منافع ملی حرکت بکنند؟ یعنی جنجال هایی را که ما در 4 دهه گذشته، خصوصا در 3 دوره انتخابات گذشته و انتخاباتی که الان تقریبا در آستانه نتایج برگزاری انتخابات هستیم، هر یک کدام اگر به نوبه خود با یکدیگر مقایسه کنیم،
به یک مشکلات های تازه برمیخوریم. چرا کمیسیون های مستقل انتخابات بر مبنای طرز عمل های داخلی و بر مبنای قانون متناسب با اوضاع کنونی اینها نمیتونن مسئولیت پذیر باشن؟ چرا تقویم اعلان میکنن؟ چرا انتخابات در زمان وقت خودش به اصطلاح دایر نمیشه؟ نتایج انتخابات مطابق برنامه های کمیسیون به اون زمانش اعلان نمیشه؟ این مشکلات میتونه در کجا باشه؟ باید بپذیریم که من به صراحت براتون میگم که کمیسیون مستقل انتخابات حامی پروسه ملی نیست. ایره به اثبات رسانده کمیسیون قبلی و کمیسیونی که فعلا در جریان بازشماری به اصطلاح رای های مردم هست. الان ما در سه مشکلی بسیار عمده برخوردیم. یک مشکلی است که اختلافات بسیار عمیقی در میان کمیشنرهای کمیسیون انتخابات شکل گرفته. شما میبینین که حرکت های نظامی و بالاخره از دید و نقیض صحبت هایی که از درون این کمیسیون بیرون میشه، این افکار آمره به بیرون هم میبره. در قدم دوم آلودگی به اصطلاح حوزه سیاسی افغانستان از حکومت تا شاخه هایی که در اطراف حکومت قرار دارند، یک حرف واحد در رابطه با نتایج انتخابات یا در رابطه با ساختار یک نظام بعد از انتخابات دیده نمیشه. و در بخش دیگه شما میبینید که گزینه های مختلفی سر میز دکتر خلیلزاد است که آیا اگر دکتر اشرف غنی برنده شود چی میشه، اگر دکتر عبدالله برنده شود، یا بعضی حکومتی موقت مطرح شود، یا بعضی حکومتی وحدت ملی مطرح شود. هر چهار گزینه‌ای که سر میز دکتر خلیلزاد است که هر کدام از این میتونه چالش زا باشه، همه از اینا را اگر ما جنبندی کنیم بیاریم در یک نقطه، به ایست که افغانستان آهسته آهسته در آستانه یک بحران جدید است. و ما به این نظر هستم که افغان ها برای مهار کردن این بحران این ظرفیت ها را ما در سیاسیون افغانستان نمیبینیم. بله، خصوص محل که چیرته سیاسیون هم خپل نیوکه لري په بیل بیل ارخونو باندې، یا بل خصوص د ولسمشیزو ټاکنو نوماندان چې د رایو شمیرنې بهیر دی په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې روان دی، دا ټاکنو کمیسیون خلاف د طرز العمل اوس مهال په ځینو کارونو لاس پورې کوي. مخکې تصمیم پر دې و چې بایومتریک شوې رای به شمیرل کیږي او مستقیم به له بایومتریک دستګاه څخه مرکزي سرور ته انتقالیږي، اما اوس مهال د کمپیوټر په وسیله دغه کار ترسره کیږي، یعنی چې دلته د تقلب لپاره یو څه ناڅه زمینه مسیدیږي. که چیرته نوماندان خپل اندېښنه څرګندوي، د دوی دغه اندېښنې څومره پر ځای بللی شو پر کمیسیون باندې؟ ولی باید بپذیریم که افراد گزینش افراد الان در کمیسیون مستقل انتخابات یک گزینش غلط بوده و اینا یک نسل وارد این سیستم شدن که اینها نه منافع ملی را ارزش قائلن برشان، نه اوضای کنونی را اینا تحت نظارت دارن. یک بار اگر اینا عزت نفس داشته باشن، مطالعه داشته باشن، یعنی اینا از احساس مسئولیت کنن، قطعا اینا نمیگذاشتن که انتخابات به بحران بره. من نگرانی احزاب سیاسی و خصوصا کسایی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودن، من نگرانی از اینها را موجه میدانم، به دلایلی که خب همه چشم امید جامعه و حوزه های سیاسی، نیادهای بین المللی، همه دوخته شده به کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات است. ظرفیت های به اصطلاح مالی در اختیار کمیسیون قرار گرفت، وقت و زمانی بسیار زیادی برای کمیسیون داده شد، پرسنل مجرب به صورت بسیار وسیع در اختیارشان قرار گرفت، استقلالیتی از اینا مورد احترام قرار گرفت، همه جوانبی را قبول کردند. چرا اینها غفلت میکنند؟ چی با چی دلایل اینها به تعویق میندازند؟ ما مثلا اگر وقتی که وارد تکنولوژی میشیم، باید گزینه بعدیش با مردم شریک کنیم که اگر تکنولوژی به مشکل برخورد، از چی به اصطلاح زاویه باز بتونه میره جبران کنیم؟ یعنی اگر کمیسیون مستقل انتخابات، کسانی که در این اداره به اصطلاح کار میکنن، اگر واقعا اینها دیدشان دیدی ملی باشه و مسئولیت پذیر باشن در پیشگاه خدا و مردم، من مطمئن هستم که راهکارهای میتونه که اینها در روی دست بگیرن که راهکارها زمینه اعتماد مردم از زمینه گروه های سیاسی را، زمینه نامزادها را، در مجموع زمینه نیادهای بین المللی را، ذهنیتی از اینها را به یک طرف مثبت سوق بده و اعتماد از اینها را جلب بکنه. بله، خصوص محل که اجرای ریاست یا هم موږ ته ثبات او هم پالنه ټاکنیزه ډله یادونه وکړو، دوی چې نیوکه کوي چې مرکزي سرور ولې قفلونه مات شوي دي، یا هم ولې هلته کسان ننوتي دي.
دغه مسائل ډیر جزوی مسائل دي، اما په لوړه کچه باندې اوس مطرح دي. اوس مهال اندېښنې په دې حد کې دي چې ممکن دلته په سیستم کې لاسوهنه شوي، باوجود د دې چې کمیسیون دغه ادعاوې ردوي چې موږ په کمیسیون په سیستم کې لاسوهنه هیچ هم نه ده کړې، سیستم غیر فعال و په هغې مودې کې چې دغه کسان هم ننوتې دي. که په ټوله کې له لومړۍ ورځې څخه رانیولې تر نن ورځې پورې د کمیسیون کارکړنو ته وګورو، هغه زماني جدول چې دوی اعلان کړی او پر دوی هم بریالي نه شول چې ټاکنې اعلان کړي، څه فکر کوي چې بریالی بولو کمیسیون یا دا چې ناکام دی په خپل شعار کې؟ برمیګردیم به جواب سوال شما. اولا درک بکنیم کې هنوز هم میامدن رهبرهای کلیدی امنیتی و اجتماعی ایالات متحده امریکا به افغانستان ایتو میرسانه که هنوز افغانستان در میراق توجه جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکاست. چند چیز برای امریکایی ها معلوم شده که این کمیسیون حامی پروسه ملی نیست، یک دوم در صدد ایجاد یک بحران ملی است. این برای امریکایی ها نگران کننده است. شما ببینین اگر یک نظامی حمله های نظامی بگیم را بهتر با ما منطق نظامی اگر صحبت کنیم، خب مهم نیست که اینا در سرور یا در کامپیوترهای مرکزی دسترسی پیدا نکردن، نفس همین کار این جرمی بسیار بالایی است. نفس همین کار که حتی دروازه قدمه سوم از این رگه را شکسته باشن، داخل شده باشن، هر هدفی را که دنبال کنن، این پروسه ملی را صدمه زدن اینا. یعنی اینها ضعف نهادهای امنیتی، ضعف حکومت و ضعف به اصطلاح کمیسیون مستقل انتخابات برای دنیا و نمود کرد که اینجا هنوز هم مفکوره نظامی است. حق داره سیاسیون جان نگران باشن، حق دارن نهادهای بین المللی نگران باشن. این یک بدره قضیه. و در بخش دیگه ما باوری ما است که کمیسیون مستقل انتخابات در از صد دوره انتخابات گذشته نتونستن اینا پند بگیرن حداقل. حالا اگر این پروسه ملی را اینا صادق هم نباشن، اینا اگر عزت نفس هم نداشته باشن، اینجا اگر به پروسه ملی باور هم نداشته باشن، حداقل از خود یک ترس می داشتن که خب کمیسیون های قبلی این کشور به کجا کشاند و بعد کمیسیون که انتخابات پارلمانی را برگزار که هر کدام به 5 سال و 10 سال اینها به اصطلاح فعلا در زندان قرار دارند، سرنوشت شما چی میشه؟ چی باعث میشه که پروسه ملی را به انحراف میبرید از هانی مردم وقتی که توانتان نیست، وقتی که ظرفیت ندارید؟ چرا این را یک ماه بعد، دو ماه بعد، یک سه ماه قبل با مردم شریک نمیسازید؟ ما به این نظر هستم که دلایلی نمیتونه برای به تعویق انداختن نتایج انتخابات یا نتایج ابتدایی انتخابات بتانه براعت بده کمیسیون مستقل انتخابات. بله خب پا بخیر سر اوس محال که چیر تخاقل امینو گرو یاش می تاکنیز و دلال لدیس خواهر کلی کرده چی در پوره شفافیت لپاره که تاکنو پایل هم زندیگی اعلان زندیگی نو دویور سر موافق دی، اما زین پرده باور دی که چیر هر سمره در تاکنو لمرانی پایل زندیگی و نه اعلانیگی ممکن دلتا تقلب بوشی، دلتا دیوچا پا نفع باندی کار تر سرشی. سوک پر حق بللشو هغه چې د شفافیت یادونه کوي چې د شفافیت پر دلیل به دغه پایله ځنډیږي او هغه څه وایي چې نه دلته تقلب کېږي. قبلا میره ما خدمتتون عرض کرده بودم که از روز شنبه که اعلان کردن یک ساعت بعد به تعویق انداختنش زمینه تقلب مساعد میکنه. این منطق کار در حوزه انتخاباتی در تمام کشورها همیست، یعنی اعتباردهی به مردم همون تقویم انتخابات است. تقویم انتخابات است. شما ببینید که چرا کمیسیون، خب اگر بازی را بادهای بزرگترش در نظر بگیریم، چرا مطابق با قوانین افغانستان در اول حمل سال جاری انتخابات صورت نگرفت؟ چرا به تعویق افتید آمد به ششم میزان؟ این پروسه صلح که زمانی در قطر مطرح بود، خب امریکایی ها مطابق برنامه خودشان میخواستند که اول صلح برقرار شود، توافقنامه صلح امضا شود و انتخابات اینا به تعویق انداختند که تا بتونن یک ساختاری به اصطلاح ملی شکل بگیره و بالاخره به حمایت منطقه و جهان از این حمایت برخوردار باشه. امروز هم که نتایج انتخابات به تعویق میفته، قطعا این کاری کمیسیون مستقل انتخابات هم نیست. کمیسیون مستقل انتخابات متأثر از سیاسیون و دولت و بعضی ایالات متحده آمریکا و منطقه است. هنوز هم پروسه صلح غیر رسمی در اسلام آباد، قطر و کشورهای دیگر میان روسیه، آمریکا و طالبان جریان داره. آمدن یکی از اهداف آمدن نماینده های بلندپایه آمریکا و تعویق انداختن نتایج انتخابات بود. باید بپذیریم که نهادهای مردمی شما، نهادهای سیاسی شما
تمام پروسه های ملی به نوعی متاثر از برنامه های کشورهایی است که حامی این پروسه در افغانستان هستند. یعنی این نتایج انتخابات خود کمیسیون مستقل انتخابات قطعا نمیتونه استقلالیت خود جدا از امریکایی ها و جدا از نظام و جدا از این وضعیت کنونی داشته باشد. یا از لحن صحبتاشون خود مردم اگر یک بخشش نفهمیدی، همه مردم بی سواد نیست که نفهمند که پروسه به کجا رواند. این تاثیرگذار از برنامه های امریکا و پروسه اسلام آباد و بالاخره خطر و این چیزهاست که ما نتایج انتخابات الان هم چون قبلا هم عرض کردم که چهار گزینه روی میز دکتر خلیلزاد است که خب فردای افغانستان چطور میشه تامین امنیت بالاخره ساختار سیاسی کی در رأس قدرت می آید اگر دکتر اشرف غنی در رأس قدرت می آید این حوزه ای که خب اینها تا به امروز در 14 تاثیر داشتند در اینجا اینها چی عکس العمل نشان میدن اگر دکتر عبدالله بیاید خب باز بحث جنگ سالاری و اینا مطرح میشه این حوزه در برابرش چی میتونه داشته باشه بس حکومت وحدت ملی کاملا منتفی شده و بحران میره و بحران چطور توسط اداره موقت مدیریت کرد اینها بحث های کلان است که نتایج انتخابات زیر تاثیر گذاشته که به تعویق انداختن این نتایج انتخابات هم ارتباط میگیره به همین چهار گزینه که ما خدمتتون هستم بله خب خغلی امین محل زین شنون که پر دی باور دی چه امریکا په لومړي سر کې هم غوښتله چې باید د سولې خبرې پایله ورکړي بیا د افغانستان کې ټاکنې وشي خو دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی تر ډېره ټینګار د ټاکنو په ترسره کېدو درلودو ټاکنې ترسره کړې د سولې خبرې یوې خواته وغورځېدلې اما اوس داسې انګیرنه کوي چې ممکن ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي هغه هم په نوي کال کې د حمل په میاشت کې ترسره شي ځکه چې اوسمهال ژمی د ټاکنې نه ترسره کېږي بیا د هم لومړی د سولې خبرې پایله ورکړي او ورپسې د موږ تاسو ټاکنو ته لاړ شو څه فکر کوي چې موږ تاسو په لومړي پړاو کې ټاکنو ته پایله ورکولی شو اگر ما یک کشور مستقل باشیم پروسه انتخابات متکی به درآمدهای ملی متکی به استراتژی ملی متکی به منافع ملی باشه در این صورت پروسه سال و پروسه انتخابات دو چیزی از هم جداست پروسه سال یک پروسه دراز مدت است و پروسه انتخابات بر مبنای قانون دائر میشه ولی وضعیت سیاسی در افغانستان طوری است که هم پروسه سال سبقه بین المللی داره و هم پروسه انتخابات یعنی ظرفیت ها را شما در حوزه سیاسی در افغانستان نمی بینید که اینها بر مبنای منافع ملی حالا باید انتخابات دایر بکنن یا دیگر اگر واقعا امریکایی ها صادق باشند فعلا خوب پروسه صلح که امریکایی های را به نوعی مدیریت میکنن بعضی طالبا و امریکایی هاست یعنی بعضی ثبات سیاسی در افغانستان مطرح نیست اگر افغانستان و سیاسیون افغانستان و امریکا اینا روی یک منافع مشترک منطقوی و افغانی فکر بکنن در این صورت اگر طالبان هم قناعت بکنند تمام طرف های درگیر مهم نیست که انتخابات بره به دور دو یا بره به طرف یک اداره موقت زمینه انتخابات سراسری در افغانستان مشاهده شد مسائل چه این در صورتی میشه که ما یک روشنی کلی را با افکار عمومی شریک بسازیم که واقعا طالبان یک چارچوبی را باید تعریف کنند دولت افغانستان یک چارچوبی را تعریف کنند جامعه جهانی را به رسمیت بشناسه اگر افغانستان شمول بحث صلح مطرح شوه که ختم جنگ در قبال داشته باشه بحث یاتش بسته در کوتاه مدت در قبال داشته باشه بدون شک بعد انتخابات بالاخره میتونه که موقتا به تعویق گذاشته شوه یا حداقل زمینه را برای یک اداره موقت در افغانستان مساید بسازه بله خو غوښتنه مو څه کېدلی شي د یو افغان وګړي پایست د ټاکنو له خپل واک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه تر څو له څومره بیړې څخه باید کار واخلي تر څو پایله ولسته اعلان کړي ولست ټول په انتظار کې دی همه چیزی را که در کمیسیون مستقل انتخابات با ویژه در کمیسیون شکایات انتخاباتی میبینم یا این ظرفیت در اینها نیست یا ای که اینها متاثر از باندهایی که در کشور از آدرس های مختلف فعالیت میکنن یا با او بانده ها وابسته هستند یا حتی اقل فهمی همی کار ندارن وگرنه شما کمیسیون شکایات انتخاباتی همی رایایی که تقلبی اعلان شد آنن این را باید به محاکمه میکنن 200, 300, 400, 500 هزار رای کاری کوچکی نیست که بیای پروسه ملی را مختل بسازه و بگره و گام بگیره یعنی بسیار شکایاتی دیگه است که کمیسیون مستقلی کمیسیون شکایات انتخابی به سرعت شبانه روزی کار میکرد و افکار عمومی را شریک میساخت ده ها و هزارها شکایتی که صورت گرفته یک بدنه از زیر کمیسیون شکایات انتخابی با افکار عمومی شریک نساخته یک طرف
همزمان خوب کمیسیون مستقل انتخابات شما میبینید که به یک قانون روابط بین المللی تبدیل شده، یعنی جایگاه وزارت خارجه را کار میکنه. هر روز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با یک سفیر، با دو سفیر، با نیادهای جهانی باید روی قضایای سیاسی باید صحبت کنه. یعنی یک پروسه ملی را شما یک تکه و پارچه در فضای عمومی و استخباراتی قرار بدین، قطعا نمیتونین شما افکار عمومی را به نفع کشورتان داشته باشین یا بر مبنای تقویم انتخابات شما نتایج اعلام بکنین و این اعلان نتایج شما باعث بشه که اعتماد مردم جذب کنه و مردم هم بالای شما اعتماد داشته باشن. من مطمئن هستم که باز هم شما بحران هایی که در کشور در طول تاریخ شکل گرفته، خصوصا در 4 دهه گذشته، خارجی ها بوده که آمده اینا را حل کردن. هنوز هم افغانستان متاثر از کشورهای منطقه و جهان است. بحرانی که فعلا در حالت شکل گیری است، من مطمئن هستم که امریکایی ها بی تفاوت نمیمونن، کشورهای منطقه بی تفاوت نمیمونن. اونا درک کردن که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات و این درایت و این ظرافت و یا حداقلی ظرفیت ندارن که بتونن هم اعتماد مردم داشته باشن و هم نتایج انتخابات حداقل طور شفاف به مردم اعلام کنن. کور مودم خاغلی امین ژوندی اوسی. درنو دن کو پاس سټډیو کې را سره خاغلی مقدم امین دا پوهنتون استاد چې در ټاکنو په اړوند مسایل را سره باس او خبرې اترې درلودې. درنو دن کو آغاز روز خبرونه هم په همدې سره پای ته رسیدلې. ملتیا مو منندویم، پاتې وخت مو په خیر.